درود به شما جناب پرهام گرامی و سپاس از وقتی که در اختیار رادیو پیام اسرائیل گذاشتید و در این برنامه شرکت میکنید. درود بر شما، با درود به همکاران شما در پیام اسرائیل، آقای مناشه امیر و به بینندگان و شنوندگان رادیو شما. سپاس از شما. جناب پرهام گرامی، خیلی مایلم که ابتدا با موضوع رابطه ایران و اسرائیل، دو کشور و دو ملت کهن در منطقه خاورمیانه، با شما این مصاحبه رو آغاز بکنم و اینکه از دیدگاه شما روابط ایران و اسرائیل، کشور اسرائیل، چه پیش از انقلاب و چه بعد از انقلاب، شما این رابطه رو چگونه ارزیابی میکنید و اساساً روابطی که میان ایران و اسرائیل در پیش از انقلاب بود به چه گونه ای بود و پس از انقلاب دچار چه دگرگونی هایی شد؟ ببینید، وقتی که راجع به ایران و اسرائیل صحبت میکنیم، برخی از ناظران و نظریه پردازان غربی متخصص منطقه ما هم بر این نکته انگشت تاکید گذاشتن. وقتی از ایران و اسرائیل صحبت میکنیم، باید بدونیم که از دو جزیره زبانی، فرهنگی و تمدنی صحبت میکنیم. جزیره به معنای زبانی، مردمی، فرهنگی و تمدنی. چرا؟ به خاطر اینکه این دو جزیره در دریای اسلام، دریای عرب زبان اسلام واقع شده. اگر بخش ترک زبان عثمانی یا نیو عثمانی رو فاکتور بگیریم در اینجا، که اون هم به مدت چندین قرن مرکز خلافت بود، حالا پیروانش و کشمکش های درون اسلام به کنار، که همواره وجود داشته به کنار، ولی رسما مرکز خلافت بود برای چندین قرن، و در نتیجه اون رو هم میشه اضافه کرد به این دریای اسلامی عرب زبان و که هویتش در اسلامیتش خلاصه میشه و در عرب بودنش خلاصه میشه. در این دریا، دریای زبانی و فرهنگی هویتی، دو تا جزیره هویتی، زبانی، مردمی، فرهنگی، تمدنی، دیگه که ایران و اسرائیل. و تا حدود زیادی هم بر پایه همین مشاهده بود و همین عینیت غیر قابل انکار بود که نظریه پیرامونی، نظریه اتحاد پیرامونی یا پریفری الائنس به انگلیسیه، نظریه بن گوریون شکل گرفت. بن گوریون معتقد بود که اسرائیل باید از جمله با ایران، با کشورهایی که پیرامون این دریای عرب زبان و دریایی که هویتش در عربیتش و در اسلامیتش خلاصه میشه و در ضدیتش با اسرائیل از دیدگاه ژئوپلیتیک خلاصه میشه، با این کشورهای پیرامونی وارد اتحاد شد. از همون قطعنامه اولی که در سازمان نوپای ملل متحد به تصویب چند ده کشوری که فکر میکنم 60 خورده کشور بودن اون موقع عضو این سازمان بودن، الان نزدیک به 200 کشور، قطعنامه‌ای که قطعنامه تقسیم اراضی معروفه و بنیانگذار کشور اسرائیل شد در ماه می 1948 شد، نخست همونچنان که میدونید تمام کشورهای عربی به ضدیت با این قطعنامه برخواستن، سپس در یک ائتلاف نظامی حمله کردن به کشور نوپای اسرائیل که ارتش به معنای منسجم و منظم متعارف امروزی نداشت و یک گروه های زیرزمینی بودن که بیش و کم زیرزمینی مثل حقنا
که در مقابل این ارتش ایستادن و نهایتاً هم شکستشون دادن این ائتلاف نظامی در همون جنگ استقلال. از همونجا به بعد کشوری که از دل فروپاشی عثمانی در اومده بود و به ترکیه شناخته میشد و لائیک بود و بنیانگذارش آتاتورک بود و کشوری که در 1925-26 نهاد خلافت اسلامی رو که مرکزش عثمانی بود منحل کرده. این کشور از همون آغاز اسرائیل نوپا رو به صورت حقوقی یعنی دو جوره به رسمیت شد. ولی ایران که به قول آرامش دوستدار همواره در رابطه با اسلام کاسه داغ‌تر از آش خودشو حساب کرده، ایرانی که نه مرکز خلافت بود نه مرکز اسلام بود، اسلام از حجاز میاد، نه زبانش زبان اسلام بود، زبان اسلام عربی است، و نه میتولوژیش یعنی اسطوره‌هاش اسطوره‌های اسلامی هست، نه رستم، نه سهراب، نه فریدون، نه کاوه، نه آرش، نه ادیان ایرانی که پایه‌گذار بسیاری از مباحث مهم بودند در این حوزه تمدنی گسترده، اینش به اسلامی نبود. ولی همچنان که آرامش دوستان به درستی میگه، ایران به دلایل تاریخی و فرهنگی خودش رو کاسه داغ‌تر از آش اسلام و اسلامیت و عربیت دونسته، همچنان هم میدونه، و این ایران حتی در همان زمان پادشاهی اسرائیل رو هرگز از دیدگاه حقوقی به رسمیت نشناخت. یعنی رابطه ما رابطه دو جوره نبود، رابطه دو فکتو بود، رابطه عملی بود. ما در بسیاری از زمینه ها با هم همکاری داشتیم و همکاری های خیلی خوبی داشتیم، و یکی از دلایلی هم که این همکاری ها گسترش پیدا کرد به صورت دو فکتو این بود که مثلا پس از زلزله بوئین زهرا در اوایل دهه 40 خورشیدی 60 میلادی در یک منطقه پیرامون قزوین تمام قنات‌ها و سیستم قنات‌ها و آبرسانی سنتی به کلی منهدم شده بود و صدها هزار دهقان ایرانی در کمبود آب به سر می‌بردند و اسرائیل بلافاصله یک تیم از مهندسان آبی خودش رو به ایران گسیل می‌کنه و کار این تیم مهندسی در زمینه آب و آبرسانی به قدر خوب بود که به دستور پادشاه وقت همکاری ها در زمینه آبی گسترش پیدا میکنه و بعد همینجوری پله پله به عرصه های دیگر هم میرسه. ولی کماکان دو فکتو بود، دو جوره هیچ وقت نبود، و این خودش جای سوال جدی است که چطور کشوری مثل ترکیه که تمام تاریخش 5-6 قرن پیش از اون از سقوط قسطنطنیه در اوایل قرن 15 میلادی تا سقوط عثمانی در اوایل قرن 20 میلادی 5 قرن مرکز خلافت بود ها؟ و سلطان عثمانی رو، سلطان ترک رو، خلیفه هم بود، خلیفه میگه سلطان اسلام پناه، که از دلایل مخالفت من با کاربرد واژه سلطنت در همین. چطور ممکنه که کشوری که تمام تاریخش خلافته و اسلامیته در کنار ترکیت، این کشور اسرائیل رو بلافاصله به رسمیت حقوقی بشناسه، ولی یه کشوری مثل ایران که فارسی زبانه، کشور خیامه، کشوریه که هیچ کدوم از بزرگان ادبی و علمیش، از خیام بگیرید تا رازی، از ابن سینا بگیرید تا فردوسی، تا سعدی، حافظ، هیچ سند و مدرک تاریخی وجود نداره که اینا شیعه 12 امامی بودن. خیلی جالبه،
اون میراث علمی و ادبی شما بزرگانش که همه دنیا میشناسنشون، هیچ سندیتی وجود نداره که اینا شیعه دوازده امامی بودن. چطور ممکنه که کشوری که فارسی زبان است و این ویژگی های تاریخی و اسطوره‌ای و فرهنگی و زبانی و تمدنی داره، کاسه داغ‌تر از آش عرب بشه و اسرائیل رو به رسمیت حقوقی نشناسه؟ تا جایی که یوری لوبرانی که سفیر ما قبل آخر اسرائیل در ایران بود، سفیرم نمیشه از لحاظ حقوقی بهش گفت، برای اینکه این لقب رو نداشت چون ما رابطه حقوقی نداشتیم، نماینده دیپلماتیک بهش میگفتن. چطور ممکنه که یوری لوبرانی به عنوان سفیر ما قبل آخر اسرائیل در ایران، در ایران پادشاهی، پیش از این که اسناد خودش رو به عنوان نماینده دیپلماتیک تقدیم شخص اول کشور بکنه که محمد رضا پهلوی پادشاه ایران بود، و 2 سال صبر کرد، یعنی به حضور نمیپذیرفت، پذیرفته نمیشد و 2 سال صبر میکرد، در حالی که بقیه دیپلمات ها میومدن میرفتن اسنادشون رو میدادن و یوری لوبرانی 2 سال صبر کرد تا به حضور شاه رسید. اینها همه جای سواله. همونجوری که آرامش دوستدار از دیدگاه فلسفی، فرهنگی، تاریخی مطرح کرده، جای سواله که چرا ایران حتی در عصر پادشاهی خودشو همواره کاسه داغ‌تر از آش عربیت و اسلامیت می‌دونسته. بر چه مبنایی؟ با کدوم استدلال؟ ما حجازتر و حجازی‌تر از حجازی. به چه دلیل؟ این پاسخ من تا اینجا به این پرسش شما بود. آیا این بر نمیگرده به اون فرهنگ شیعه‌گری که در ایران قرنها سابقه داشته و همچنان هم میبینید که این حکومت برآمده از این فرهنگ شیعه‌گری هستش؟ آیا به نظر شما، از دیدگاه شما، به این گونه نیست؟ بدون تردید. ببینید، بازم آرامش دوستدار از زاویه تحلیلی یکی از تاریخ نگاران به نام آلمانی که الان اسمش در ذهنم نیست، تاریخ رو برآمد 3 عامل مهم میدونه: دین، فرهنگ، دولت. چون نگاه متریالیستی و مارکسیستی هم میتونید به تاریخ داشته باشید، از جبر تاریخ مارکسیست ها صحبت میکنن، دترمینیزم تاریخی صحبت میکنن، از میگن در سمت درست تاریخ نایستاده اید، انگار که مثلا تاریخ سمت و سو داره، یه سمت غلط داره، سمت درست داره. کجا میتونید سمت و سوی تاریخ رو بسنجید، اندازه بگیرید و بگید تاریخ سمت و سو داره؟ تاریخ تاریخه. یک سری رویدادها هستند که به بر اساس یک مجموعه بسیار پیچیده از عوامل که تصمیم‌های ما انسان‌ها هم از مهمترینش باشه رخ میده، سمت و سو نداره، جبری به اون معنا درش وجود نداره. مارکسیست‌ها این جبر رو استفاده میکردن برای اینکه بگن نهایتاً سوسیالیسم پیروز خواهد شد، برای اینکه جبر تاریخ میخواهد که طبقه کارگر به پیشاهنگی حزب کمونیست به پیروزی برسد و از این اراجیف. اسلامیست ها هم، اسلام گرایان هم یه نوع جبر در تاریخ و سراغ دارن و از قرآن میکشن بیرون و از آیات قرآنی که نهایتا امت الله پیروز است بر جبارین و الو بلو از این. اونها هم نوع نگاه اینجوری دارن. ولی دوستار از نگاه این تاریخدان آلمانی که من اسمش یادم رفته، تاریخ رو برآمده از 3 عامل فرهنگ، دین و دولت میدونه. یعنی دولت شماست که با تصمیم‌های خودش تاثیرگذار بر این روند تاریخی. فرهنگ شماست که تاثیرگذار بر این. اگر فرهنگ شما فرهنگ نقد پذیر و فرهنگ نقد و فرهنگی که نقد کریتیک درش نهادینه نشده باشه، خب پیامدهای یک فرهنگ نقد ناپذیر رو داره، پرسش ناپذیر رو داره که برای همه چیز پاسخهای از پیش ساخته شده داره که در تشیع مبتنی بر وحی هستند نه بر فکر،
و پیامدهاش هم همونی که میبینیم، عقب افتادگی 21 دو تا کشور عربی عضو لیگ عرب. کافیست شرایط اونها رو مقایسه بکنیم با شرایط اسرائیل و عقب افتادگی ایران. اونها دلایل فرهنگی و دینی و دولتی داره. دولت ما از ماست. مونتسکیو میگفت حکومت هر مردمی لیاقت اون مردمه. این حقیقت گرچه تلخه ولی درسته. این ما هستیم که به این دولت شیعه شکل دادیم. به دور و در نتیجه بله، این پرسش اساسی که باید بهش پاسخ داد که چطور ما ایرانی ها کاسه داختر از آش عربیت و اسلامیت شدیم، تا جایی که در میانه قرن بیستم ترکیه که 5 قرن مرکز خلافت بود، نهاد خلافت رو منحل کرد، اسرائیل رو به رسمیتش رسمی حقوقی شناخت، ما ایرانی ها نگردیم. این حتما ریشه در فرهنگ و در دولت ما داره و در دین ما داره که این هر سه بسیار به انحطاط رفته هستند و از فقر فکر زنندهی رنج میبرند. شما اشاره کردید به روابط دیپلماتیک در میدان عمل که در دوران پادشاهی بود و به هر حال از دو مورد میشه نام برد. یکی در واقع همکاری بین دولت ایران، دولت پادشاهی ایران و اسرائیل در رابطه با اینکه یک حمایتی کردن از کردهای عراق و در اون زمان فشار آوردن، فشار دیپلماتیک به صدام حسین که معاون در اون زمان معاون حسن البکر بود و صدام حسین وادار شد که یک قراردادی با دولت پادشاهی وقت ایران به امضا برسونه. در مورد دیگری جمال عبدالناصر بود که به هر حال گفت که خوزستان یک اون رو عربستان نامید و گفت که کشورهای عربی باید این قسمت از خاک ایران رو جدا بکنن و به مملکت‌های عربی اینو در واقع الحاق بکنن. در این دو مورد در میدان عمل ایران و اسرائیل با هم روابط در میدان عمل رابطه داشتن و در نتیجه اون خب برای ایران هم سودهایی به دست اومد. این رو چگونه ارزیابی می‌کنید؟ بله، همچنان که گفتم و شما هم تاکید کردید، در سطح دو فاکتو و عملی در عرصه‌های مختلفی از آبی بگیرید تا امنیتی و نظامی ما روابط خیلی خوبی داشتیم، سازنده برای هر دو طرف. در سطح در زمینه انرژی هم همینطور بود. یا به عنوان آخرین نمونه، مثلا اولین سیستم آبیاری قطره‌ای از اسرائیل به ایران اومد و کسی که پایه‌گذار این صنعت مفید با تکنولوژی اسرائیلی در ایران بود الان در تبعید در کالیفرنیا زندگی میکنه و همه چیزش رو گرفتن و با انقلاب. در زمینه به خصوص کردها، بله، ببینید در دهه از دهه 60 میلادی تا قرارداد 1975 الجزیره یک رابطه امنیتی اطلاعاتی و نظامی بسیار مفید برای ایران و اسرائیل شکل میگیره در رابطه با مسئله بین النهرین، میان رودان، که پس از فروپاشی عثمانی بگیرید تا جنگ 2003 و فروپاشی عملی این کشور تحت عنوان عراق، تاریخا میان رودان شناخته میشد و من کماکان در مصاحبه هم از میان رودان استفاده میکنم تا از عراق. یک رابطه عملی شکل گرفت که بسیار سودمند بود و اون این بود که این رو هم اضافه بکنم که یکی از منابع ارزشمند به نظر من در این زمینه که خود من ازش استفاده هم کردم در نوشتن کتاب سومم به فرانسه است در رابطه با ایران و اسرائیل،
7 سال پیش از همین منبع هم استفاده کردم، مشاهدات و خاطرات سرهنگ قدر یا قدر که سرهنگ اطلاعات ارتش ایران بود و عرب زبان هم بود و بسیار آدم واردی بود و منطقه رو خوب میشناخت و مدام گزارش‌هاش رو به دستگاه مربوطه در ایران میداد و یکی از افرادی بود که شخصا مثلا با بسیاری از دستندرکاران مهم مثلا خاورمیانه در منطقه دیدارهای شخصی داشت و روابط شخصی داشت و دستگاه اطلاعات ارتش خوب کار میکرد در این زمینه. اصلا همین جمله ای رو که در جنگ سوریه به اسم مدافعان حرم از زبان شمخانی و دیگران شنیدیم که این جمله که اگر در شامات سرکوبشون نکنیم مجبور خواهیم بود در ایران باشون بجنگیم، متعلق به سرهنگ قدر و دستگاه اطلاعاتی ارتش ایران در اون موقع است. حالا در رابطه با بحث بعدی جمال عبدالناصر بهش میرسه. اصلا این جمله هم آری است از اون موقع گرفتن. در اون زمان همچنان که میدونید عراق یه حکومت بعثی بود مثل سوریه اسد، حافظ اسد. این رو هم تو پرانتز اضافه بکنم که حافظ اسد رو با فرش قرمز در ایران پادشاهی ازش پذیرایی کرده. این هم جای سواله. در حالی که دستگاه اطلاعاتی ایران میدونستند که امثال حافظ اسد و یاسر عرفات فعالانه بر علیه منافع ایران دارن کار میکنن. سوال اینجاست که چرا این گزارش ها به گوش پادشاه پهلوی نرسید یا دیر رسید و چه عوامل سیستمیکی در درون دستگاه، در درون سیستم پادشاهی باعث می شد که این گزارش ها تو کشوی میز بخوابند و به جای نرسند. برحال در رابطه با عراق که گفتم، عراق یک سیستم بعثی بود همچنان که سوریه سیستم بعثی بود. در جنگ 1948 مثلا ارتش سوریه تعداد قابل توجه از افسرانی که در جنگ علیه اسرائیل سربازای سوریه رو سازماندهی میکردند و در اون رویداد دست داشتن سربازهای آلمانی فراری از آلمان نازی بودن، سربازای اس اس بودن، افسرهای اس اس بودن. خود بعث ناسیونال سوسیالیسم عربی است، با یعنی فاشیسم عربی است با ریشه های نژادی. میدونید که صدام حسین معروفه، رو میز کارش وقتی که آمریکایی‌ها در 2003 ساقطش کردن، رو میز کارش یه چیزی بود، الله یعنی خدای مسلمان‌ها هرگز نباید ایرانی، یهود و مگس رو خلق می‌کرد. اینقدر از لحاظ نژادی این رگه نژادی در این فاشیسم عرب، در این ناسیونال سوسیالیسم قوی بود. به شدت ایران ستیز بودن. این رگه های فاشیستی رو تو جمال عبدالناصر هم پیدا میکنیم، برای اینکه اینا همشون افسرهای بود، کودتاچی بودن که نظام های مونارشیک رو، فاروق در مصر رو و در عراق، مونارشی عراق رو سرنگون کرده بودن و نظام های فاشیستی در عراق و سوریه به قدرت رسیده بود و نیمه فاشیستی در حکومت جمال عبدالناصر در مصر. به شدت ایران ستیز، به شدت یهود ستیز، تا جایی که ام کلثوم معروفه دیگه، ام کلثوم در یکی از ترانه هاش میگه همه یهودی ها رو باید بریزیم تو آب، بریزیم تو مدیترانه. اینقدر نژادی بود قضیه. در نتیجه همکاری های اطلاعاتی امنیتی نظامی در میان رودان عراق شکل میگیره و دستگاه اطلاعاتی ارتش ایران بود که ترتیبات لوجستیک رو میده برای اینکه افسران اطلاعاتی اسرائیل به ایران بیان، بعد از طریق ایران برن به کردستان، با منطقه کردستان آشنا بشن، با کردها ارتباط برقرار بکنن و در یک هماهنگی میان کردها و ایران و اسرائیل زمینه
خیزش کردها بر علیه فاشیسم مستقر در بغداد شکل بگیره که تبدیل به جنگ میان کردها و ارتش عراق شد، عراق فاشیستی، عراق بعثی، که نهایتاً به تضعیف، آنچنان به تضعیف ارتش عراق انجامید که عراق مجبور میشه در 1975 تمام شرایط ایران رو قبول بکنه و قرارداد الجزیره امضا بشه. برای اینکه به شدت آسیب دیده بود در طی سالهای جنگ با کردها، جنگی که برنامه ریزی تاکتیکیش با دستگاه های اطلاعاتی و ارتشی ایران و اسرائیل بود و پیاده کردنش تا حدود زیادی با ارتش ایران بود که با لباس‌های کردی به عراق می‌رفتند و در اون جبهه به کردها کمک می‌کردن و می‌جنگیدن. این همین الگو رو بعداً همین اسلامیون در جنگ با داعش چیز کردن، یعنی با لباس‌های کردی می‌رفتن چیز، و اونجایی هم که لازم بود سپاه، همین قاسم سلیمانی که پنج تیکه شد، وقتی که از آتش، از حمایت توپخانه، به حمایت توپخانه نیاز داشت، چون خود سپاه در حتی در زمینه توپخانه هم بی‌لیاقتی های هنگفتی داره، از توپخانه ارتش استفاده میکردن که به همین ترتیب میرفت به عراق و کمک میکرد. یه نکته دیگه رو هم اینجا باید اضافه بکنم و اون اینه که این مهمه برای فهم قضیه، و اینه که این فاشیسم ناسیونال سوسیالیسم نژادی عربی تحت عنوان بعث چگونه اصلا به این منطقه اومد. در جنگ جهانی دوم میدونید فرانسه اشغال میشه و یک حکومتی تحت عنوان ویشی به رهبری مارشال پتن شروع به همکاری با آلمان نازی میکنه و قوانین ضد یهودی رو صادر میکنه و یهودیان فرانسه به صورت سازماندهی شده قلقم میشن و یا بازداشت میشن و میفرستنشون با قطار به آشویتز. یکی از نکات ننگ تاریخ معاصر فرانسه است. یکی دیگه از همکاری هایی که حکومت ویشی، حکومت همکار نازی ها در فرانسه اشغال شده با آلمان نازی میکنه، با دستگاه اطلاعاتی ارتش آلمان ابور. دستگاه اطلاعاتی ارتش آلمان از طریق ویشی، حکومت وقت فرانسه اشغالی، که شناخت تاریخی و ژرفی از منطقه خاور نزدیک و به ویژه خاور نزدیک شامات و خاورمیانه داشت، به خاطر اینکه اولین به اصطلاح دفتر دیپلماتیک یک کشور غربی در شامات در علب توسط فرانسوی ها باز میشه و فرانسوی ها پنج قرن بود که حضور داشتن و خوب منطقه شامات رو یا خاور نزدیک رو خوب میشناختن. ویشی تمام آرشیوهای اطلاعاتی خودش و تمام تخصص خودش در این منطقه رو میذاره در اختیار دستگاه اطلاعاتی آلمان نازی. و آلمان نازی از این اطلاعات استفاده میکنه برای پیاده کردن زمینه‌های انسانی، فکری، اطلاعاتی که از دل اونها پس از جنگ و شکست آلمان نازی فاشیسم، ناسیونال سوسیالیسم عرب میاد بیرون. یعنی ناسیونال سوسیالیسم عرب با رگه نژادی قوی زائده خاور نزدیکی ناسیونال سوسیالیسم آلمانه، با همون رگه نژادی و چون امت اسلام هم خودش رو امت برگزیده میدونه، این رگه نژادی قوی تر هم میشه. در نتیجه ما با یه همچین هیولای طرف بودیم، یه همچین هیولای طرف بودیم و همکاری که ما با اسرائیل داشتیم در دهه 60 میلادی و دهه 70 که منتهی میشه به قرارداد الجزیره، یکی از نمونه‌های همکاری‌های مؤثر اطلاعاتی و امنیتی و نظامی میان دو کشور که سرتاسر به نفع
ایران بود، به نفع اسرائیل هم بود، برای اینکه یکی از کشورهای مهم و یکی از ارتشهای مهم عربی تضعیف شد، ارتشی که پیش از اون همچنان که گفتم در یک ائتلاف نظامی حمله کرده بود. یعنی به نفع جفتمون بود. ریال پولیتیک به معنای واقعی کلمه بود. جای تأسفه که این ریال پولیتیک هرگز یک زیربنای فرهنگی و انسانی دوستانه، یعنی دوستی میان دو ملت از طریق فرهنگ و هنر و چیزهای دیگه زیربناش نشد و هرگز جنبه حقوقی پیدا نکرد. بپردازیم به ایرانیان یهودی در داخل کشور در پیش از انقلاب. این ایرانیان به هر حال خدمات فرهنگی و اقتصادی شایانی هم به ایران کردند در زمانی که خب در زمان قبل از انقلاب. نمونهش هم که چند روز پیش سال روز درگذشتشون بود، زنده نام سلیمان حیم بودن که ایشون در زمینه ادبیات ایران بسیار خدمت کردند و در زمینه‌های اقتصادی هم نمونه‌هایی مثل زنده نام الغانیان رو ما داشتیم. میخواستم ارزیابی شما و دیدگاه شما رو از ایرانیان یهودی جویا بشم. کتاب امنون نتسر، مجموعه مقالات امنون نتسر که پادیاوند نام داره و پژوهشنامه یهود ایران با سرمایه و همت بنیاد جامعه دانشوران در سه جلد. پادیاوند یک واژه کهن پهلوی است و منظور از پادیاوند اتحاد کهن و دوستی کهن میان دو ملت یهود و پارس. برنارد لوئیس که در زمان جنگ جهانی دوم خودش افسر اطلاعاتی بریتانیا بود و بعد بریتانیای آمریکایی بود، تاریخ نگار و برجسته ترین متخصص عثمانی و با شناخت بسیار زیادی از منطقه ما و یکی از برجسته‌ترین متفکرین زمان خودش در قرن بیستم بود و هم چند سال پیش درگذشت، استاد پرینستون بود و در این زمینه به من میگفت، یک بار که با هم ملاقات داشتیم به من گفت رامین، حتی هیچ یک از پادشاهان یهود، داوود در کتاب مقدس از جایگاه کوروش برخوردار نیستن. یعنی کوروش بالاتر از پادشاهان یهوده در کتاب مقدس. کوروش تنها پادشاهی است که خدای یهود دست خودش رو میذاره رو شونه اون و میگه من ملتم رو به تو سپردم. تنها کسی که در مجموعه کتب مقدس، یعنی کتاب عهد عقیق و کتاب عهد جدید، اینقدر به خدا نزدیکه، خدایی که ریشه یهودی داره و خود اون خدای ریشه یهودی هم تا حدود زیادی ریشه های ایرانی داره، اون دوگانه، اون دیوالیته نیک و شر، نیک و بد، ریشه های عمیق ایرانی داره. تنها کسی که شخصیتی که در مجموعه کتب مقدس عهد عتیق و عهد جدید میتونه همپای کوروش باشه عیساست که خودش رو اصلاحگر دین یهود میدونست. یعنی فقط اونه که انقدر به خدا نزدیکه، وگرنه هیچ کدوم از پادشاهان یهود حتی به اندازه کوروش به خدا نزدیک نیستن. یعنی این پادیاوند یا دوستی و اتحاد میانه دو ملت پارس و یهود که ریشه در ریشه های کهن داره، حتی یک واژه براش هست که امنون نتسر رفته در دست نوشته ها و کتیبه های کهن اینا رو پیدا کرده و این به قدری ریشه تاریخی داره که یهود ایرانی رو که اون طایفه بود که از میان رودان بر نگشت به اورشلیم و آمد و در ایران مستقر شد که الیت و اریستوکراسی یهودان بود
توده یهود برگشت ولی آریستوکراسی یهود آمد به ایران که نمونه بارز و تاریخی و شناخته شده است که او هم در کتاب عهد عتیق یه فصل برای خودش داره، استر دیگه، و یهود ایرانی رو فرزندان استر میدونن. یهود ایرانی یکی از بزرگان یهود ایرانی که در تبعید و از دوستان نزدیک منه و خیر بزرگی است و خیلی کمک کرده و خیلی از کارهای خیریه، به من میگفتش که ما یهودیای ایران خودمون رو بچه های استر میدونیم. استر که خودش از پرنسس ها و شاهزادگان آریستوکراسی اورشلیم بود، خودش و عموش. ما خودمون، ما یهودیا خودمون رو با بقیه یهودیا زیاد قاطی نمی‌کنیم، برای اینکه ما خودمون اشرافیت یهود می‌دونیم، ما الیت یهودی. و میگفت با یک از دلایلی هم که بوی از لحاظ لغوی و تاریخی یهود ایرانی به خودش میگه که به خود به کلیمی شناخته شده، یکیش مثل همینه. در نتیجه این یه اتحاد کهنه، لاغر قاعدتا باید باشه، یا قاعدتا باید برگردیم به اون. و برای همینه که من از 6-7 سال پیش که این کتاب رو نوشتم روی یک نظریه ساده ولی در این حال به نظر خودم بسیار مهم تاکید کردم و همواره از محور تهران اورشلیم صحبت کردم، حتی قبل از این که سفارت آمریکا بره به اورشلیم. و این محور تهران اورشلیم رو باید در آینده ساخت و تبدیلش کرد به ستون فقرات این منطقه در حال ظهور در شکل نوین خودش. و در اینجا یکی از آتوهای، یکی از امتیازهای مهم ایران، نه تنها جمعیت 200,000 نفری ایرانی تبار اسرائیل که در شخصیت‌های بسیار مؤثر و مهم می‌دارید، مثل فرمانده رئیس پیشین ستاد ارتش و وزیر دفاع و رئیس کمیسیون دفاعی و امنیتی کنست شاول مفز که ایرانی است، ایرانی تباره و خانوادش اصفهانی تبار هستند و تنها سرباز اسرائیلی است که این سه پست، سه مقام مهم امنیتی اسرائیلی رو در تاریخ اسرائیل در دست داشت. هم رئیس ستاد بوده، هم وزیر دفاع بوده در یه مقطعی، و هم رئیس کمیسیون امنیتی دفاعی کنست. هیچ سرباز دیگه اسرائیلی، نه بنی گنتس نه کسی دیگه، هر سه مقام رو نداشته. در نتیجه ما هم یک دیاسپورا، یک جمعیت 200,000 نفری ایرانی تبار در اسرائیل داریم که میتونه عامل بسیار مهمی در ساختن این محور تهران اورشلیم در آینده بشه، هم در دیاسپورای خودمون در غرب، از کالیفرنیا بگیرید تا نیویورک، ایرانیان، یهودیان ایرانی تبار بسیار متنفذ و بسیار موفقی داریم که میتونن به این قضیه خیلی کمک بکنن. بپردازیم به انقلاب 57 و اون دگرگونی که در روابط ایران و اسرائیل روی داد و قطع رابطه در واقع میشه گفت، و دشمنی که از سوی رژیم بر علیه اسرائیل شد و نمودش رو هم در سالیان، در سخنان خود خمینی و در سالیان پس از اون در سخنرانی های یهود ستیزانه احمدی نژاد دیدیم و تا به امروز هم ادامه داشته. ایران و ایرانی چه صدمات و چه زیانهایی رو در این 40 ساله در نبود رابطه بین ایران و اسرائیل متحمل شد از دیدگاه شما؟ ما یه متحد بسیار متنفذ در پایتخت های مهم غربی و یک متحد بسیار پیشرو از لحاظ فکری و اجتماعی و سیاسی و پیشرفته از لحاظ تکنولوژیک و نظامی و دانشگاهی رو از دست داد. یعنی که بهتون بگم راجع به
سود و زیان این قضیه بخوایم صحبت بکنیم، سودی که نداشته یعنی چی؟ زیان بزرگی هم داشته، این که ما یک متحد بسیار پیشرو، مترقی و پیشرفته در بسیاری از زمین‌ها رو از دست دادیم، به جاش جهاد اسلامی و حماس و حزب الله و عروض لوباش شیعه و که عمدتاً مزدورن، یعنی تا موقعی که پول بهشون برسه هستن، موقعی که پول بهشون نرسه میذارن میرن و بر علیه شما کار خواهند کرد. اینو به دست بود، درنچه همش زیان بود و به جای این که و این خب ریشه های فرهنگی داره، مثلا جلال آل احمد. جلال آل احمد این کتابی که اینجا هست، این یادنامه جلال آل احمد، یادمان جلال آل احمد، و خب این بسیاری از روشنفکران ایرانی که با جلال سر و کار داشتن در سوگ جلال در اینجا مقاله داره. و خب یهود ستیزی، نه فقط یعنی اسرائیل ستیزی، میشه در لابلای این نوشته ها و گفتارها دید. در خود او هم که گل سرسبد جامعه روشنفکری ایران رقب گرفته بود و همه جا دعوتش میگردن، از جمله در خود اسرائیل دعوتش کردن، با همسرش بنا شد رفت اسرائیل و یه سی روزی اونجا بود و نوشتش تحت عنوان سفرنامه اسرائیل که در ستیز با اسرائیل بگرد و بوی بد یهود ستیز هم میده، پس از اون منتشر شد و این ایراد رو باید از خود دوستان اسرائیلی گرفت که دیگه. البته توجیهی که اسرائیلی ها در این کار خودشون میکنن اینه که در اون موقع به فکر ساختن زیربنای دوستی فرهنگی بودن و نه فقط مثلا همکاری در زمین آبی و نظامی و اینا، که کار درستی هم خود من هم بشترک. و خب در ایران دهه 40 خورشیدی به هر دری زدن دیدن گل سرسبد جامعه روشنفکری ایران جلال احمد دیگه. خب جلال احمد دعوت کردن دیگه، کسی دیگه نبود. یعنی هم باید این سوال از اسرائیلی ها کرد که آ چرا این بابا رو دعوت کردید، همین که این توجیه قابل قبوله از جانب اونها که بالاخره آقا گل سرسبد فکرتون این بود دیگه، ما رفتیم اینو دعوت کردیم دیگه. هاروارد هم ازش دعوت کرد، مسکو هم ازش دعوت کرد. و خب این آدم به قدری بی سواد بود از لحاظ تاریخی و که مثلا در همون رساله مبتذل خودش تحت عنوان غرب زدگی که گلایه میکنه و شکایت میکنه که چرا عثمانی فرو ریخت، چون عثمانی مگه خلافت بود و جلال اون موقع یه سوسیالیست بیش از پیش اسلام زده شده بود، شکایت از این که چرا عثمانی فرو ریخت و فلان از این حرفا، میگه آخرین به اصطلاح محاصره وین اتریش توسط قوای اسلام عثمانی در قرن 19 هم. از لحاظ تاریخی و رویدادی هم رخدادی هم غلطه، در قرن 19 هم نبود، دو قرن قبلش بود. اینه اینقدر این آدم کم سواد بود و دلایل میگم شما از هر زاویه‌ای به فاجعه 57 نگاه بکنید، امروز از زاویه رابط ایران اسرائیل نگاه بکنید، از هر زاویه نگاه بکنید در هر تحلیل نهایی به فقر فکر میرسید در ایران به طور کلی، که الان بدتر هم شده به نوعی، برای اینکه تحمیق فکری و فرهنگی 40 ساله که با ابزار دولتی و نفتی ادامه پیدا کرده و توسعه داشته پیده کرده. ولی این قبلش هم بود، جامعه جلال آل احمد گل سرسبد فکر و روشن فکریش میشه که فقیر باشه از لحاظ فکری، جامعه درش امثال ابراهیم یزدی و مهدی بازرگان و صادق قطب‌زاده و خمینی و
خلخالی و امثال هم به قدرت میرسن که فقیر باشه از لحاظ فکری، جامعه که غنی باشه از لحاظ فکری که اینا درش به قدرت میرسن. البته منتقدین این حرف من میتونم به درستی اشاره بکنم به جمهوری وایمار در آلمان، که جمهوری بود که درش 1933 نازیسم میاد بیرون دیگه، و نازیسم با اراذل و اوباشی مثل ارنست روه رئیس اسحاق که اینا اراذل و اوباش فیش شده شناخته شده پلیس جمهوری وایمار بودن، یعنی واقعا جزء اراذل و اوباش بودن، مثل همین شیعه ای که در 57 به قدرت میرسه که تعداد زیادشون واقعا اراذل و اوباش بودن. خب منتقدین میتونن بگن در آلمان هم اینجوری شد، آلمان که از لحاظ فکری مرکز فکر اروپا بود، از اواخر قرن 19 هم بگیرید تا برآمدن نازیسم، واقعا مرکز خلاقیت فکری، هنری، صنعتی، دانشگاهی، از فروید بگیرید تا خیلی دیگه، از سایکولوژی، روانشناسی بگیرید تا صنعت شیمی، همه این چیزا زاده اونجا بود، زاده حوزه تمدنی و زبانی آلمانی بود. خب چطور در اونجا اینجوری شد؟ بله، میشه از این زاویه نگاه کرد و به این پارادوکس تاریخی، به این تناقض تاریخی به هر حال تن داد که بله، در یک کشور متمدن و با فرهنگ هم میتونه در پی یک رویداد تاریخی قشری ترین، بی سواد ترین قشر لات‌ها به معنی واقعی کلمه به قدرت برسه، همچنان که نازی‌ها در آلمان. ولی خب این هیچ چیزی از بار اون استدلال دیگه کم نمی‌کنه که ایران ما که با مشروطه از خواب تاریخ بیرون میاد و رفته رفته یه جامعه رعیتی تبدیل میشه به یک جامعه‌ای که حدود 55 درصدش کم و بیش شهرنشین بود، ما هنوز چیزی به اسم کلان شهر نداشتیم و در طی 40 سال 50 سال و به ویژه اون 20 سال آخر محمد رضا پهلوی به یک قشر متوسط تهران نشینی میرسه که تعداد زیادشون درس خونده بودن، در بهترین دانشگاه هم درس خونده بودن، ولی به طور کلی از فقر فکر در رنج بود و کماکانم هست، و فلاکتی که امروز ما شاهدش هستیم و فاجعه‌ای که در 57 شاهدش بودیم، اگرچه مقایسه با آلمان نازی از جهاتی درسته، ولی نهایتاً ریشه در فقر فکر در ایران. به عنوان پرسش آخر از خدمت شما، شما اشاره کردید به در واقع پس از سقوط رژیم و حکومتی که به هر حال در اون شرایط به قدرت میرسه و محور تهران اورشلیم رو شما اسم بردین ازش، و اون زمینه تاریخی که ایرانیان و یهودیان دارن با هم دیگه، از سوی فرهنگ شیعه‌گری که در ایران بوده که یهود ستیزی هم یکی از این در واقع نتایجش بوده و در طول تاریخ هم شاهدش بودیم، در همچین شرایطی و به نظر میرسه امروز در ایران نسل دیگری تربیت شده، یا اینکه حالا که اون ضدیت با اسرائیل رو نداره، نسل جوان امروز یک دیدگاه دیگه ای داره، در همچین شرایطی چگونه میشه پس از این سقوط این رژیم به اون محور تهران اورشلیم که مد نظر شما هست ما برسیم و اون زیرساختای فرهنگی رو داشته باشه که در واقع شاید در طول تاریخ به رسمیت شناختن اسرائیل پس از سقوط این رژیم حکومتی که سر کار میاد اولین حکومتی باشه که بالاخره دولت اسرائیل و کشور اسرائیل رو به رسمیت بشناسه؟ چگونه ما باید در همچین شرایطی به اون محور تهران اورشلیم برسیم از دیدگاه شما؟ ببینید، در اون دورانی که دوران گذار باید اسمش رو گذاشت، به نظر من یکی از نخستین اولویت‌ها در زمینه سیاست خارجی که مثل هر سیاست خارجی دیگه‌ای تداوم فرامرزی سیاست داخلی است. سیاست خارجی از سیاست داخلی جدا نیست. این یکی از دروغ‌های و یکی از سفسطه‌هایی که جمهوری اسلامی را انداخته. سیاست خارجی ما ظریفه، سیاست داخلی ما یه چیز دیگه از این دو ربطی به هم ندارن، غلطه.
سیاست خارجی در هر کشوری تداوم سیاست فرامرزی سیاست داخلیه. سیاست داخلی شما وقتی سپاه و قاچاق و بنادر نامرئی و دست افکندن لاتها بر اقتصاد کشور باشه، سیاست خارجی دونه همه میشه، میشه قاسم سلیمانی. اولویت اول در دوران گذار در زمینه سیاست به طور کلی به رسمیت شناختن دولت اسرائیل بلافاصله است و باز کردن دفتر نمایندگی، دفتر دیپلماتیک ایران در اورشلیم. از اونجا به بعد خب شما یه زمینه‌هایی دارید مثلا زمینه آبی. ما کشوری هستیم از لحاظ آبی 95% تمام منابع زیرزمینی آبی ما منهدم شده. منابع سطحی، زیرساخت‌های سطحی به قدری عقب افتاده و به قدری کلنگی و اسقاطی هستن که یه بارون که میاد 20 استان تو میره زیر آب. ما در زمینه آبی مشکل بزرگ داریم و که اولویت دولت در دوران گذار خواهد بود. آب اولویتش خیلی بیشتر از انتخابات آزاده. آب بدون انتخابات آزاد میشه زندگی کرد؟ انتخابات آزاد چیز خوبیه، ولی بدون اون میشه زندگی، بدون آب نمیشه. مطمئنم اگر در سیستان و بلوچستان از مردم بپرسی آقا اولویت شما انتخابات آزاد یا آب، میگن آب. خب در این زمینه اسرائیل کشوری است که به کالیفرنیا و چین تکنولوژی میفروشه. از زمینه آب، زنجیره ارزشی آب از اکتشاف و استخراجش بگیرید تا پالایشش، تا توزیعش، تا دستگاه‌های، تا تکنولوژی ردیابی نشت آب تو سیستم‌های آبرسانی به شهرها. خب نشت وجود داره و هر چه زودتر این نشت آبو پیدا بکنید جلوی هدر رفتن آبو میگیرید. این یه تکنولوژی و یه مدیریت پشتش هست. حتی در این زمینه هم بهترین تکنولوژی و بهترین مدیریت مال اسرائیلی هست. و همینطور در زمینه کشاورزی و استفاده بهینه از آب. خب اینو همه دنیا میدونن که از آلمانا بگیرید تا فرانسویایی که به هر حال نام یا صنعت پیشرفته‌ای دارن، تا آمریکایی‌ها، تا همه میدونن بهترین تکنولوژی مال اوناست. یه عرصه‌هایی هست که بلافاصله باید همکاری رو شروع بکنید. ولی یه چشمانداز دراز مدت هم هست، چشمانداز دراز مدت هم هست که اون فرهنگیه. و وقتی میگم فرهنگی، تمام جوانب قضیه رو در نظر میگیرم، یعنی از دانشگاه تا تئاتر، از دانشگاه تا سینما، از دانشگاه تا موسیقی. در این زمینه باید یک فعالیت گسترده آغاز بشه بین ایران و اسرائیل در چارچوب محور تهران اورشلیم برای بازسازی زیرساخت‌های پادیاوند، اتحاد بین دو ملت یهود و پارس. وقتی میگم پارس، همون ایرانه. باید بین ایران مسئله قومی نیست. ایران در هر کتاب تاریخی باز بکنید، از آتن هرودوت بگیرید تا امروز، به اسم پرژیا میشناختنش. مسئله قومی و نژادی نیست. و بر همین انتقاد به رضا شاه میکنن که چرا اسم عوض کردی که این دردسرا پیش بیاد. برای بگذاریم، میگم مسئله قومی نیست. این پادیاوند زیربنای فرهنگی داره. این زیربنای فرهنگی رو بلافاصله باید شروع به فکر مشترک با دوستان اسرائیلی کرد که چطور در زمینه دانشگاهی مثلا میشه بین دانشگاه پردیس تکنیکان در هایفا که الیت اسرائیل رو پرورش میده و پردیس مثلا پلی‌تکنیک در تهران یا آریامهر در تهران همکاری ایجاد کرد که این دو دانشگاه بتونن در یک برنامه‌های مشترک تبادل دانشجو با هم دیگه کار بکنن. یا مثلا میشه در با اسرائیلی‌ها در این زمینه کار کرد که اونها یک سیلیکون ولی در اسرائیل دارن که اسمش یادم رفته،
که واقعا نمونه منطقه‌ای سیلیکون ولی آمریکاست و بسیار از لحاظ تکنولوژیک پیشرفته است، در رابطه نزدیک با همین پردیس تکنیکال هم کار میکنه. چطور ما میتونیم یه همچین دره تکنولوژیکی در ایران داشته باشیم در همکاری نزدیک با اسرائیل؟ شیمون پرز میگفتش اسرائیل 95% فکر، 5% جغرافیا. حرف درستی. یوری لوبرانی که فصل آخر کتاب من روابط ایران اسرائیل به او اختصاص داره میگفت شما وسعت دارید، جمعیت دارید، استعداد دارید، انرژی دارید، ما جمعیتمون خیلی کوچیکه، کشورمون خیلی کوچیکه، به تازگی با حوزه گازی لویاتان به انرژی دست پیدا کردیم، ولی ایده و تکنولوژی خیلی زیاد داریم. ایده‌ای که مستعد یک کشور پهناوری مثل ایران باشه و اگر ما بتونیم، لوبرانی میگه حرف درست همین، و اگر ما بتونیم این اتحادی رو که تو میگی، این محور تهران اورشلیم رو که تو میگی واقعا جامعه عمل بهش بپوشونیم در همه زمینه‌ها، از فرهنگی و هنری و جشنواره‌های موسیقی مشترک، جشنواره سینمایی مشترک، نشست مشترک بین دانشگاهیان برای اینکه بیان رو نوشته‌های امنیتی کار بکنن، ببینن ریشه های این پادیوان چیه، ریشه های دینی مشترک بین ایران و یهود چیه، تاریخ مشترک چیه، اینا رو بستش بدیم به عرصه های اقتصادی و امنیتی و نظامی، این محوری که تو داری ازش اسم میبری تحت عنوان تهران اورشلیم تبدیل به یک پاور هاوس خواهد شد. این پاور هاوس کلمه یوربانی به کار بود، یه پاور هاوس منطقه‌ای و جهانی خواهد شد. ببینید آلمان و فرانسه دشمن تاریخی هم دیگه بودن. در طی از جنگ های 30 ساله مذهبی بگیرید که جبهه های اصلیش در آلمان بود و 30% مردم آلمان به کلی از بین رفتن. اون موقع هنوز آلمان متحد و متحد الشکل وجود نمی‌داشت. فرانسه در اون جنگ ها خیلی دخیل بود، دامن زدن به آتش های اون جنگ. 30% کل جمعیت آلمانی که امروز می‌شناسیم در اون موقع از بین رفت. درته آلمان متحد الشکل تحت عنوان رایش زمان بیسمارک در 1871 در پی یه شکست نظامی فرانسه صورت شکل می‌گیره، در معاهده ای که در ورسای امضا شده بود. بعد دوباره در جنگ جهانی اول این دوتا میلیون ها کشته از یکدیگر به جا میذارن، بعد دوباره در جنگ جهانی دوم، و ولی میبینیم که امروز محور پاریس برلین ستون فقرات اروپاست. بیشترین همکاری های اقتصادی، تجاری، تکنولوژیک، صنعتی، دانشگاهی رو این دوتا کشور با هم دیگه دارن. اقتصادهاشون بسیار در هم تنیده است. در نتیجه میشه دو کشوری رو که دشمن تاریخی بودن در یه مقطعی به دلایلی تبدیل کرد به دو دوست متحد در چارچوب یک اتحادی که هرچه گسترده تر میشه در عرصه های فعالیت های مشترک تا جایی برسه که لوبرانی میگفت میتونه تبدیل به یک پاور هاوس بشه. به ویژه در مورد ایران و اسرائیل، برای اینکه اگر فرانسوی و آلمانی میلیون ها نفر از یکدیگر رو کشتن، ما و اسرائیلی هم دیگر نکشتیم. بچه های 12-13 ساله ایرانی روی میادین مین گذاری شده توسط اسرائیل تکه پاره نشدن. این اسرائیل بود که به تصدیق منابع بیطرف فرانسوی در این کتاب، مدرسه نظام فرانسه است، بخش مطالعات مدرسه نظام فرانسه است، بیطرف هستن. وقتی که 2003 آمریکایی‌ها صدام حسین رو ثابت میکنن، دسترسی پیدا میکنن به آرشیوا. و فرانسه هم عضو ناتو و همپیمان آمریکا است، اینا دسترسی پیدا کردن به اون آرشیوا و این کتاب جنگ ایران و عراق توسط این مدرسه نظام فرانسه چیز شده. و میگه مدیر پژوهش های این مدرسه پیر رزوت، نویسنده این کتابه، میگه تنها کشوری که عملا متحد استراتژیک ایران در جنگ ایران عراق بود اسرائیل بود.
بقیه کشورها عربی همه پشت چیز ایستاده بودن، پشت عراق ایستاده بودن. تنها کشوری که در مقاطع بسیار حیاتی، ببینید در اون دو سال اول جنگ که حیاتی بود، یعنی اگه ارتش ایران و نیروی هوایی ایران نبود، ارتش فاشیست عراق تا شیراز هم اومده بود. اون دو سال خیلی مهم بود. اون بعد از خرمشهر یه داستان دیگه است. چه کسانی تجهیزات و تکنولوژی دید در شب رو رسوندن؟ برای اینکه ارتش ایران با تمام قدرتی که در زمان شاه تجهیزاتی داشت، تجهیزات دید در شب نداشت. یکی از ضعف‌های فکر و سازماندهی و سیستم در اون زمان. چه کسانی این تجهیزات رسوند؟ اسرائیل. چه کسی تجهیزات الکترونیکی که باعث شد ایران در چند عملیات هوایی و به ویژه در عملیات H3 در یک عملیات 40% کل نیروی هوایی عراق رو نابود بکنه؟ خب اینا به یه تجهیزاتی نیاز داشت که پس از انقلاب و اشغال سفارت و رفتن آمریکایی از ایران، یه سری چیزها رو هم به خودشون بردن. سفارتشون اشغال کرده بودن دیگه. خب این تجهیزات کی رسوند؟ اسرائیل. استدلال مدیر پژوهش‌های مدرسه نظام فرانسه اینه که اسرائیل از همون آغاز انقلاب میدونست که این انقلاب شیعه در ایران یه پرانتز در تاریخ سرزمین کهن پارس، که این پرانتز بسته خواهد شد و وقتی این پرانتز بسته بشه، عرصه نوینی باز خواهد شد برای یک اتحادی که این بار یک اتحاد مستحکم، حقوقی، دژوره و گسترده با ایران باشه. این محاسبه استراتژیک اسرائیل بسیار محاسبه درستی بوده، وگرنه شما اسرائیل رو میشناسید، آشنایی دارید. اسرائیل کشوری نیست که یک کشور عربی، یک کشور متخاصم در منطقهش به خودش اجازه بده که خمپاره صبح و شب رو مناطق مختلف روز بکنه، یه ارتش مثل حزب الله در شمال گالیله درست بکنه و اسرائیل دست رو دست بذاره نگاه بکنه. تاله زده بودن 80 بار خانشون رو شخت داده بودن، ولی این کار هرگز با ایران نکرد. هرگز نرفت در کردستان یک ارتش مزدور درست بکنه که رو مهاباد و تبریز خمپاره بندازن، در حالی که حکومت شیعه این کار رو 40 سال، 30 سال، 20 سال حداقل در این 20 سال گذشته رو اسرائیل میکنه. هرگز مزدور اجیر نکرد که برن در تهران چاقو بزنن به مردم، در حالی که این حکومت شیعه داره میکنه. این مزدورایی که میرن چاقو میزنن، نه خیلی، خیلی هاشون مزدورای حکومت شیعه ایرانه، از طریق جهاد اسلامی اینا پول بهشون میرسونن. همین کاری که قاسم سلیمانی میکرد، گونی پول برمیداشت میرد اونجا پول میداد، میرد اونجا پول میداد، میرد همین کارا رو میکنه. خب اسرائیل این کارا رو اگر این مقابله به مثل رو نکرد برخلاف عادت تاریخی خودش، به خاطر اینکه یه محاسبه استراتژیک زیرش خوابیده بود. همونه که این مدیر پژوهش‌های مدرسه نظام فرانسه اشاره می‌کنه که این پرانتز حکومت شیعه در ایران بسته خواهد شد و ایران به خاطر اون ویژگی که در آغاز بهش اشاره کردم، به عنوان یه جزیره زبانی و فرهنگی و تمدنی مثل اسرائیل که اونم یه جزیره است، این دوتا متحد طبیعی هم هستن. اون چیزی که در ادبیات سیاسی بهش میگیم Natural Alliance، متحد طبیعی هم دیگه. و این اتحاد اگر در چارچوبی که گفتم محور تهران اورشلیم شکل بگیره، احتمال بالایی وجود داره که اون چیزی که یوری دوبرانی تحت عنوان پاور هاوس ازش یاد کرد، جامعه عمل به خودش بگیره و دو کشور دوست ایران اسرائیل مثل فرانسه و آلمان روزی تبدیل بشن به یک محور بسیار مستحکم، بسیار پیشرو در هر زمینه‌ای که بگید و محوری که هیچ یک از اراذل و اوباش منطقه‌ای جرأت نکنن نگاه چپ بهش بکنن. سپاس از شما جناب فرهام گرامی برای وقتی که در اختیار رادیو پیام اسرائیل گذاشتید و امیدوارم در آینده نزدیک باز هم در خدمت شما باشم. سپاس از شما و از رادیو پیام اسرائیل.